با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. اگر صندوق خالیه، این همه اختلاس چیه؟ اگر صندوق خالیه، این همه دزدی چیه؟ حقوق ما ریال، خرج ما دلاره. عدالت، عدالت، نوبخت، خجالت، خط فقر 4 میلیون، حقوق بازنشستگان 1 میلیون. این شعار بخشی از شعارهای معلمان در سراسر کشور است که علی‌رغم تورم و گرانی سرساور، این بخش زحمتکش جامعه کماکان با فقر دست به گریبان است. در برنامه امروز رو در رو ما با هاشم خواستار، یکی از چهره‌های سرشناس جنبش معلمان و نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان خواهیم بود و در ارتباط با اعتراضات معلمان و اینکه این جنبش به چه سمتی خواهد رفت و برای دستیابی به این مطالبات چه کار باید کرد، نظرات مهمان عزیز برنامه امروز هاشم خواستار رو جویا میشیم. با سلام به شما هاشم خواستار و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه امروز رو در رو قرار دادید. و سلام بر شما و همکاران عزیزتون. تشکر میکنم که این فرصت را به من دادید تا بتوانم حرفم را بزنم. خواهش میکنم آقای خواستار، سوال اولی که برای همه مطرحه اینه که معلمان تو ایران چی میخوان؟ خواست محوری معلمان چیه و برای چی دارن مبارزه میکنن؟ مشکلات آموزش و پرورش بسیار گسترده هست. من همین دیروز که یک بیانیه دادم، واقعا این مدارس در اونجا گفتم، مدارس کپرنشینی ره، مدارس فرسوده روستاها ره، حاشیه شهرها ره مقایسه کنید با مدارس غیر انتفاعی امثال آقای حداد عادل و سپاه پاسداران. میدونید این بی‌عدالتی همونطور که در شکل مدارس ما، در نبودن امکانات در مدارس ما وجود داره، همین بی‌عدالتی در وضعیت حقوق معلمان، حقوق ریالی معلمان هم وجود داره. اصولا حکومت‌های دیکتاتوری میدونن که این معلمان نیستن که اونها رو میتونن حفظ کنن، این نیروهای نظامی هستن که اونها رو میتونن حفظ کنن. بنابراین به معلمان بها نمیدن. بها به کی میدن؟ به اونهایی که اونها رو میتونن در قدرت نگه دارن، و اینا کسان نیستن جز نیروهای نظامی. نیروهای نظامی هم البته در ایران ارتش داریم و سپاه و بسیج، که ارتش خوشبختانه مردم با اینا مشکلی ندارن و واقعا نشون دادن که از مرزها دفاع میکنن. معلمان بنابراین تنها رایی که برای اینها وجود داره فشار به حاکمیت هست. فشار به حاکمیت هست تا از این پولهای کلانی که دستشون هست، و همونطور که شما گفتید که میگوین بیت المال خالی هست، بانک خالی هست، نمیدونم صندوق خالی هست، اما ما به چشم خودمون بگم در تمام نشریات همه جا سر و صدا بلند هست که پس این دزدی ها از کجا میاد، چه خبره. در هیچ جای دنیا اینطور دزدی ها وجود نداره. من تا مدت ها صبر کردم در رابطه با ذخیره فرهنگیان، اصلا باورم نمیشد که این معلم ما یک مبلغ جزئی حدود در ما نزدیک 20,000 تومان از حقوقش کم میکنن با امید این که بعد از بازنشستگی همین اندازه هم دولت چیکار کنه، روش بگذاره و بهش بده که یک در بازنشستگی به دردش بخوره، برای عروسی دخترش، دامادی پسرش، برای شغل بچهش، برای بالاخره به درد یک زندگیش بخوره. اما با کمال تأسف میبینیم که در فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا اینطور دزدش باشه. 8,000 میلیارد تومان اختلاس، واقعا وحشتناکه. اصلا اینا من نمیدونم که این حاکمان ما
موقعی که این خبرها رو میشنوند نمیدونم اینا چه احساسی در اینا به وجود میاد، اصلا نمیدونم، یعنی اینها فکر میکنن که اونها در قدرت هستن و اون معلم میره سر کلاس که 30 نفر 40 نفر شاگرد هست هیچ کار هست و هیچ کار نمیتونه بکنه. در تمام دنیا به افکار عمومی بسیار اهمیت میدن، اما این حاکمان ما مثل این که دیگه هیچ افکار عمومی بر اینا معنا نداره. ولی خوشبختانه افکار عمومی ایران و به خصوص معلمان بسیار آگاه شدن و سرمنشه تمام بدبختی هاشون رو میدونن که از کجا آب میخوره. خب آقای خواستار، شما راجع به مشکلات اشاره کردین، مبارزه معلمان هم کماکان ادامه داره، تجمعات و اعتراضات وسیعی در عرض چند سال گذشته در ایران در جریان بوده. خب وقتی که به مسئولین مراجعه میکنین اونا چه جوابی بهتون میدن؟ مسئولین وعده و وعید زیاد میدن، ولی مسئولین آموزش و پرورش ما حتی وزیر هم کاری نیست. فقط زمانی که معلم ها بتوانند یک فشار بسیار خوب به این حاکمیت وارد کنند، اون وقت دست پاچه میشن. همچون آقای شریف امامی نخست وزیر رژیم شاه، همه بیاد دارن که موقعی که اونها دیدن که معلمان با شاگرداشون به خیابان ها ریختن، حقوق معلمان دو برابر کردن، اما دیر بود، دیر اقدام کردن و معلم ها هم از خیابان ها با شاگردانشون بیرون نرفتن. این حاکمیت هم متاسفانه اصلا گوشش کر کرده و من تصورم این هست که منتظر اون روز هست که خودش آفریاد بزنه که بله به حقوق معلم ها ظلم شده. اما من فکر میکنم اون روز برای این حاکمان ما هم دیر خواهد. بله، یکی از دستاوردهای بسیار بزرگی که جنبش معلمان تونش بهش برسه مسئله گرفتن مجوز برگزاری مجامع عمومی بوده. شما ارزیابیتون از این دستاورد و نقشی که مجامع عمومی توی جنبش معلمان بازی میکنه و میتونه بکنه چیه؟ میدونید اکثر این تشکرهای صنفی فرهنگیان بیش از 10 ساله که هیچ گونه انتخاباتی نداشتم. الان هم فقط به فقط به خاطر که انتخابات ریاست جمهوری در پیش هست، به یک سری از تشکلها در استانها مجوز برگزاری انتخابات دادن. یعنی بنده عقیده دارم که حاکمان ما هیچ گونه اعتقادی به NGO و تشکل صنفی ندارن، در حالی که ما همه ما میدونیم که حتی در دموکراسی های پیشرفته این احزاب نیستن که قدرت در بینشون میچرخه، بلکه تمام اینجوها هستن که در قدرت نقش دارن و دولت رو به دست میگیرن. اما در کشور ما ایران متاسفانه بهان نمیدن، ولی همین نیمبند تشکل ها موفقیت های بسیار خوبی داشتن و من امیدوارم از یک سری اشتباهاتی که کردن که بگذریم، باز هم به موفقیت های کرانی دست پیدا کنن. سوال بعدی که میتونه مطرح باشه مسئله کانون صنفی و ساختار و شکل سازمانی کانون صنفیه. دوست داشتم که برای بینندگانمون توضیح بدین که تصمیم گیری در کانون صنفی معلمان به چه شکلی و به چه صورتی گرفته میشه. البته من فکر کنم منظورتون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان باشه. بله. کانون صنفی هر استانی برای خودشون یک کانون صنفی فرهنگیان داره. حالا بعضی جا فرهنگیان، بعضی جا کانون صنفی معلمان هست، حتی بعضیا انجمن صنفی فرهنگیان است که در خراسان ما انجمن صنفی فرهنگیان یه چیز دولتی فرمایشی و میشه گفت مرده هست، این انجمن فرهنگیان خراسان. اینها عرض به شما، اینها نمایندگانی دارند در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور که حالت اتحادیه داره و
و در اونجا تصمیم میگیرن. ولی خیلی کارها کردم، ولی متاسفانه من بارها به اونها تذکر دادم، به اونها یادآوری کردم که تجمع همچون غذا خوردن حق شما هست. حتی همین قانون اساسی هم تجمع رو به همه حق داده، ولی متاسفانه به خاطر نفوذی هایی که حکومت در اون داره، به خاطر یک عده که خیلی زیاد میترسن از این حقشون، اونطور که باید و شاید متاسفانه نمیتونن استفاده کنن و حتی بعضی مواقع چوب لای چرخ دیگران میگذارن که فراخوان تجمع میدن. بله، در روزهای 6 و 26 مهر تجمع بازنشستگان به فراخوان کانون صنفی فرهنگیان بازنشسته با قدرت ظاهر شد. به نظر شما بازنشستگان چقدر تونستن به خواستایشون برسن در این اجتماعاتی که ازش اسپردن؟ من همینجا به همکاران من میگم که همکارای عزیز، کارتون بسیار عالی بود، ولی این وعده وعیدهایی که به شما میدن باور نکنید. درسته که خوبه وعده و وعید که میدن، اما شما منتظر عمل اونها نباشه که تا اون تاریخ ما هیچ گونه تجمع برگزار نمی کنیم. اینها اکثرا وعده زیاد میدن ولی عمل نمی کنن. حاکمان ما، دولت مردان ما وعده تا به حال زیاد دادن ولی عمل به جرئت میتونم بگم خیلی کم. در زمان دولت اصلاحات یک زمانی آقای کروبی خودش بیان کرد که ما دست پاچه شدیم و مجبور شدیم که نمیدونم این طرح افزایش حقوق معلمان رو این کار بکنیم. همچین مسئله در اون زمان ها یادم هست. ولی اصولا تشکل های صنفی نباید با حاکمیت روی اون وعده و وعید حاکمیت حساب باز کنه. باید به اینا بگه شما عمل کنید تا ما ببینیم، اون وقت ما تصمیم میگیریم که چیکار باید کرد. آقای خواستار، نقش معلمان شاغل تا الان توی این تجمعات چجوری بوده و شما رابطه معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته، به خصوص با در نظر گرفتن این که فرهنگیان بازنشسته هیچ اهرمی تو دستشون نیست که بتونن به خواستشون برسن و حاکمیت و دولت رو تحت فشار قرار بدن، شما رابطه معلمان و فرهنگیان بازنشسته رو چجوری میبینین و همچنین نقش معلمان شاغل تا کنون در این اجتماعات چی بوده؟ البته دست معلمان بازنشسته بسیار بازتر هست. معلمان بازنشسته به خاطری که دیگه اینا رو نمیتونن به حراست بکشونن، حتی به این راحتی ها باز به اطلاعات هم نمیتونن بکشن. دنیا اینا رو محکوم میکنه که شما یک معلم بازنشسته آمده یک تجمعی کرده، یک خواسته ای رو مطرح کرده، شما اینو میفرستید به زندان. اینه که اتفاقا معلمان بازنشسته خیلی پیش قدم تر هستن، البته هم بر سوء اتفاق پیش نیاد، جلوتر هستن از معلمان شاغل ما و من به معلمان شاغل هم یه مقدار حق میدن. در همون تجمعات، در تجمع 13 مهر معلمین شاغل بسیاری بودن ولی اکثریت تام با بازنشسته ها بود، در حالی که اون روز روز معلم، روز جهانی معلم بود. روز 13، روز 14 مهر که امسال شد به جای 13 مهر 14 مهر، و حراست و اطلاعات و کلا نیروهای امنیتی بسیار فشار آورده بودن به معلم ها که در تجمع شرکت نکنن. بازنشسته ها تحویل نگرفتن، برای که چیزی ندارن که از دست بدن. ولی شاغلین یه مقداری ملاحظه کردن، خیلی ها می آمدن داخل تجمع ما یک 5 دقیقه می بودن و می رفتن، برای که مثلا نشون بدن که عبوری از اینجا رد شدن اینا. خب ما اینا رو درک می کنیم. ما تمام همکارای شاغلمون رو درک می کنیم که به هر صورت معلمی وابسته به همین حقوقش هست. ولی همکارای عزیز باید بدونن که حاکمیت به این راحتی نمیتونه دست به حقوق اونها ببره، چه اونهایی که شاغل هستن چه اونهایی که بازنشستن.
هستند. چرا؟ برای اینکه هم تشکل‌های صنفی داخل ایران و هم مردم ایران هم معلمان از اینها حمایت میکنه و هم حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، وابسته به انجوهای بین المللی، اینها همه از این معلمین حمایت میکنن. همونطور که من همین الان اخیرا خوندم که AI آموزش بین الملل شدیداً دولت ایران رو محکوم کرده بود که شما حکم 6 سال زندان با آقای عبدی دادید. بنابراین به این راحتی نیست که حاکمیت خواسته باشه همکارای ما رو انفصال خدمت بده و یا به زندان ببره. اون دوران گذشته، اون دوران حتی 5 سال، 6 سال، 7 سال پیش، 10 سال پیش گذشته و کشور وارد فاز جدیدی شده که ترس هم از مردم ریخته شده، هم از معلمان ریخته شده. من بسیار خوشحال هستم و میبینم که شیر زنان و شیر مردان بسیاری در آموزش و پرورش وجود داره، چه شاغل و چه بازنشسته، که از حاکمیت ترس ندارن، از اینکه حرف از حقوق حقی خود بزنن از حاکمیت نمیترسن. آقای خواستار، من اتفاقا راجع به همین نکته‌ای که شما اشاره کردین در ارتباط با آموزش بین الملل که یک کمپین جهانی برای آزادی عبدی فراخوانده داده، راجع به این می‌خواستم ازتون بپرسم. ما می‌بینیم که حکم حاکمیت و رژیم دست به دستگیری و زندانی کردن فعالین و رهبران جنبش معلمان می‌زنه. ما با حکم زندان عبدی بهشتی روبرو هستیم و از طرف دیگه می‌بینیم که آموزش بین الملل یک کمپین جهانی رو برای آزادی عبدی و سایر معلمانی که حکم دارن فراخوان داده. به نظر شما هدف رژیم از دستگیری فعالین جنبش معلمان چیه و در همین ارتباط چی کار میشه کرد؟ حکومت های استبدادی، تمام حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری بالاخره به بنبست میرسن. الان در حکومت حاکمیت، این حکومتی که در کشور ما ایران وجود داره، به بنبست کامل رسیده. بنبست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و با انواع بحران‌ها روبرو است. با بحران‌های بسیار زیادی. ما همیشه منتظریم که در زنگ خونه رو بزنن بریم به زندان. افتخار میکنیم. ما با افتخار میریم. ولی این دفعه من خودم شخصا به همکارانم گفتم این دفعه شما رو بخوان که برگردید به زندان، نرید به زندان، بذارید اونها بیان شما رو دستگیر کنن تا این سر صدا بلند بشه که آمدن از داخل خونه، از جاده، از کجا، از محل نمیدونم پارکی کجا و کجا، همکار ما رو دستگیر کردن بردن به زندان. شرایط بسیار فرق کرده. حاکمیت هم در مونده که چی کار بکنه. حالا از طرفی اینها رو دستگیر میکنه میبره به زندان. معلمان در این شبکه‌های مجازی با قدرت از اینها حمایت میکنه. این حداقل قضیه است. یواش یواش داره این حمایتشون در شبکه‌های مجازی داره حالت عملی به خودش میگیره که آقا تجمع کنیم. خب این برای حاکمیت وحشتناک است. از طرفی اگر به زندان نبره، خب این معلمان که تعدادشون خیلی زیاد هست و از دید اونها عملا سربار، از دید حاکمیت متاسفانه عملا ببخشید مثل فرزندان نامشروع میمونه. یعنی اگر ما خواسته باشیم فرزندان مشروعشون که نور چشمی هاشون هست و همه میدونن کیا هستن و فرزندان نامشروعشون همین معلمان به حساب میاد، برای چه؟ برای که معلم ها خب یک قشر تحصیل کرده آگاه و میدونه که در کجا حقش و حق مردم
زایع میشه و خورده میشه، وامیسه، حالا حاکمیت سر دورایی مونده، ببره زندان با مشکلات دیگر روبرو هست، نبره با مشکلات دیگر، میگن روبرو جهنم، پشت سر هم واقعا جهنمه. حاکمیت تو این شرایط هست و معلمان هم درود میفرستن بر همشون، تک تکشون. من خیلی ها هستن که توی خصوصی من آمدن که میگن ما دادگاه داریم، به اینا گفتم هر موقع شما اراده کنید من رسانه‌ای میکنم و مشکلی ندارم. ما از زندان نمیترسیم، همونطور که بار قبلا نترسیدیم، افتخار میکنیم به زندان رفتن، همونطور که در رژیم شاه همه افتخار میکردن که به زندان برن، الان بسیار بیشتر از رژیم شاه افتخار میکنن و ما برای این زندان رفتنمون هم از هیچ کس طلبکار نیستیم، اصلا به هیچ عنوان هیچ چشم داشتی نداریم و فقط به فقط دوست داریم که جنبش معلمان که در رأس عدالت خواهی و حق خواهی مردم ایران هست، در نهایت مردم ایران به اون آرزوشون که بیش از 110 سال از انقلاب مشروطیت میگذره برسن و اون آزادی و دموکراسی است. آقای خواستر، با بیانیه عبدی و جعفر عظیمزاده که روی جرم امنیت ملی فوکوس کرده بود، ما با یه همبستگی و اتحادی که بین جنبش معلمان و کارگران مطرح بوده روبرو شدیم. اخیراً اعلام شده که سعید مرتضوی به 135 ضرب شلاق به علت غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی از طرف رژیم محکوم شده. از طرف دیگه میبینیم که جعفر عظیمزاده و شاپور احسانی راد که به نمایندگی از 1000 کارگر صندوق تأمین اجتماعی تومار 40,000 امضا رو فراخوان داده بودن و مطرحش کرده بودن، به 17 و 11 سال زندان محکوم میشن وقتی که میان از کارگران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی حمایت میکنن. شما وقتی این حکم و این خبر رو شنیدین، شما ارزیابیتون چیه؟ احساستون چی بوده که سعید مرتضوی به ضربه شلاق محکوم شده و از طرف دیگه جعفر عظیمزاده و شاپور احسانی راد به حکم زندان 11 و 17 سال؟ شما آخرای رژیم شاه رو اگر یادتون باشه یا تاریخ رو مطالعه کرده باشید، رژیم شاه برای این که مردم رو راضی نگه داره، رئیس ساواک ارتش بود نصیری و هویدا نخست وزیرش که فکر میکنم 13 سال نخست وزیر بود دستگیر کرد، زندان کرد و همینطور یه تعداد دیگری از اینها رو. اینها هم خودشون خوب خبر دارن که ملت هم خبر داره، اونها هم خبر دارن که مرتضوی وابسته به قدرت بوده و از درون قدرت آمده بیرون و الان هم وابسته به خودشونه. آقای مرتضوی موقعی که به دادگاه میرفته با بادیگارد به دادگاه میرفته، محافظ داشته. بنابراین الان هم از نظر اونها شخصیت کمی نیست. هزاران میلیارد تومان به غیر از قتل‌ها و جنایت‌هایی که کرد حیف و میل کرده، هزاران میلیارد، اونم از کی؟ از سازمان تأمین اجتماعی، از اون کارگران، از ضعیف‌ترین قشر ملت ایران، طبقه کارگر، از اونها غارت کرده. ولی ما می‌بینیم که چه حکم‌های ناچیزی بهش میدن و همون حکم‌ها را اجرا نمی‌کنن، تشریفاتی اجرا می‌کنن. ولی در رابطه با معلم‌ها، آقای من حالا که اسم آقای جعفر عظیم‌زاده رو بردید، من موقع که بهشون زنگ زدم خیلی جمله قشنگ بسیار زیبایی گفت، خیلی البته با هم خندیدیم قبل از اون که اصلا چی بشه. خیلی جالب میگفت این 11 سال حکمی که به من دادن قبل از اون که وضعیت حال من رو برسونه، وضعیت حال اونها رو میرسونه که اینها در چه شرایطی هستن که به خاطر اینکه ایشون مشاوره داده برای گرفتن حقوقشون که کارگرها 6 ماه حقوق نگرفتن
به خاطر مشاوره ای که داده 11 سال بهشون زندان دادن. خیلی حرف بزرگی هست که این وضعیت اونها رو میرسونه، نه وضعیت ما. به ما بدن 20 سال 30 سال هر چقدر میخوام بدن، ما اگه تو زندانش هم تو زندان هم بمیریم افتخار میکنیم. اینا به هر صورت ملت هم به تمام اینها همونطور که نشون هم داده به تمام این مبارزینش افتخار میکنه. اینها اصلا ما صحبت میکردیم شاید 10 دقیقه ربع ساعت با هم دیگه صحبت میکردیم، فقط میخندیدیم، مثل اینکه به عروسی رفتیم که ایشون بهشون 11 سال حکم دادن. این زندان رفته ها دیگه دورانش تمام شده، اون مال یک مرحله از حکومت بود، الان دیگه مردم ملت اونهایی که در رأس جنبش هستند به این زندان ها اهمیتی نمیدن. حاکمیت باید تسلیم رأی مردم بشه، یک کلام تسلیم رأی مردم بشه. آقای خواستار، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین و با آرزوی موفقیت براتون. خیلی متشکر، لطف کردید، درود بر شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی رو در رو که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.